حالا کاری توی تکنیک توی خونه انجام شد و مدام و مدام ادامه پیدا میکنه. تمرینات صدا، تمرینات بیان به موازات تمرینات با کارگردان و بازیگران ادامه داره. اون صبح زود از خواب بیدار میشه، اون کارا رو میکنی قبل از اینکه بیای تئاتر. ساعت 10 صبح اگه تمرین شروع میشه، اونو 6 صبح پاشدی کاراتو کردی. من از اینجاها شروع میکنم. خب این کارهای منه در خونه با خودم، مخصوصا امروزه اینجوری تو اکثر تئاترها، تئاترای بزرگ، تا گروه‌های آزادم هستن، هنرپیشه رو آماده میخوان. اونجا این کارا باید تو خونه بکنی. وقتی رفتی اونجا کارگردان حضور داره، میگه بیا صحنه رو بازی کن. اونجاست که رشد اصلی نقش اتفاق میفته در ارتباط با بازیگران دیگه، نه در خونه. من تو خونه وا نمیستم، که البته امیدوارم و فکر نمیکنم که کسی نکنه، با فکرم نمیکنم کسان زیادی بکنم، ولی دیدم بازیگرانی وا میستن جلوی آینه، مثلا پوزیسیوناشون و جستاشون رو تمرین میکنن. غلطه. در ارتباط نقش فقط رشد خواهد کرد در ارتباط با بازیگران دیگه در صحنه، جایی که تمرین میکنی. حالا یه ما تمرین میکنی یا دو ما تمرین میکنی نمیدونم، بستگی داره. هر روز این تکرار میشه، هر روز تکرار میشه. و چیزی که خیلی خیلی مهمه، نشینیم خونه، من نمیشینم خونه و نباید خونه بشینی تصمیم بگیری که مثلا من امروز میخوام برم اینجوری بازی کنم. البته تصمیماتی میگیری که بگی من میخوام تست کنم این لحظه رو، امتحان کنم ببینم چه نتیجه میدی، اونو میشه کرد. ولی تصمیم میگیری از اول نقش من باید اینجوری میشه، این آدم اینجوری، چون ما نمیدونیم. نقش شخصیته. شما با یه آدمی روبرو میشی، میری هم تو خیابون دوستی رو، یک شخصی رو برای اولین بار ملاقات میکنی، از کجا میدونی کیه؟ نقشم هم همینطوره. تو از کجا میدونی نقشت کیه؟ حالا میخوام مثلا شکسپیر، رومو بی جولیت یا رومئو یا هملت رو بازی کنی، نمیدونی هملت کیه. هملتی که تو میخوای بازی کنی که نمیدونی، هملتی که دیگران بازی کردنه که نمیخوای تکرار بکنی، کپی ازش برداری. یه بار دیدیم بسمونه، نمیخوام شما تکرار بکنی. بنابراین نقشیرم که من روی صحنه بازی کنم نمیدونم که، یه دنیای ناشناسه، یه آدمه، من نمیدونم کیه. این رو باید توی صحنه تئاتر کشفش میکنی، لحظه به لحظه، روز به روز. یه روزایی چی نمیاد، قفل میشی، اصلا نمیفهمی که چیه. طبیعی هم هست تا یه روزی که کم 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 وارد دنیای اون آدم میشی. و در طول تمرینات، این نکته خیلی جالبه، مربوط به الهامات تئاتر میشه. الهامات من از کجاست؟ خب من راجع به نقشم تحقیق کردم، باید بکنم. نویسنده کیه؟ نوشته، من باید برم نویسنده رو ببینم کیه، هر کی بخواد باشه، یا نویسنده مربوط به کشور خودمه یا جای دیگه، در موردش تحقیق میکنم. برای چی اثر نوشته؟ در چه دوره تاریخی این اثر نوشته؟ قصدش چی بوده؟ خب اونا تحقیقات مطالعات خودمه، برای خودم. راجع به چه مسئله اجتماعیه؟ اونم باید تحقیقات کافی بکنم، که خونده هاست، میخونم کتاب های مربوط به اون، که مربوط میشه به موضوع اون اثر، اونو انجام میدم، مطالعاتو. میرسیم اونجا. ببینید وقتی که نقشه کار میکنی، نقشی نیست که بشینی توی خود، نقشه کار پشت میزی نیست، کار اداری نیست. الهامات من کجا میاد؟ الهامات من وقتی میاد، این جوشش ها، این بخش خیلی عظیمی از این کشفیات وقتی میاد که در حرکتم، نه پشت میز، در قدم زدن ها، قدم زدن در طبیعت، قدم زدن در شهر، وسط ماشینا، شلوغی. فکر خلاقیت نمیاره، فکر مربوطه به
منطقه دیگه از مغزه. فکر راه حل ایجاد میکنه. فکر کردن، فکر مربوط به زبانه، به یه مرحله دیگه، ریاضیه، نمیدونم راه حل پیدا کردنه، یه بخش دیگه از مغزه. خلاقیت من طرف راست مغزه میگه. خب موسیقی فرنگی اینا. من وقتی که میرم مثلا فکر میکنم آزاد دارم راه میرم. درسته که نقش بام هست. به نقش فکر اونجوری هم نمی کنم. ولی هست، آزاده. یا میگم ایره. میبینمش داره تو صحنه میخنده. مثلا تو ایستگاه قطار مترو نشستن میاد یا با خودشون میگم الان حرف دیالوگاشون رو میگن. تو ذهنشون اومده دارم میگن. یا ها 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 میخندن. مردم فکر کنن دیوونن. من مثلا الان خوب موبیل تلفن داری، یه وقتی همه نگاه میکنن من یه ذره ادامه میدم، یعنی داشتم حرف میزدم تو گوشی. آدم خجالت میکشه، میگن دیوونه است داره با خودش حرف میزنه. یا میاد تمام جاهای این چیزا میاد با نقش کار میشه که تو توی محیط های آزادی در حرکتی. بعد چیزایی که شما میتونی الهام بگیری، مثلا دقت که آدم میکنه به راه رفت با آدم های دیگه مختلف، چون ما اونا رو به اصطلاح مراکز الهاممونن دیگه. توی کافه نشستی تنهایی، قهوه خوردن فوق‌العاده است، یا نهار خوردن چی قهوه، حالا نهار بخور خود سیر کنی یه چیزی هست، نگاه میکنی خیلی چیز میگیری. مثلا یه آدمی میاد میشینه با خودت میگی این کیه، فانتزی و تخیل آدم میره چی کاره است، خانواده داره نداره، شغلش چیه، همینجوری آدم با خودش. من خیلی فکر میکنم. توی کافه میشینم یه چایی، قهوه‌ای، حالا هر چی باشه فرقی نمی‌کنه، جلو می‌ذارم و مدت‌ها ریلکس، مغز راحت، آزاد. نمی‌شینم به نقش فکر کنم، فشار بیارم که این چی هست و چی نیست. چون این مرحله با منطق عقلانی من ربطی نداره. وارد یه دنیای ناشناخته دیگه می‌شم. ناگهان، حتی بارها شده من منتظر اتوبوس بودم یا توی ایستگاه مترو بودم، منتظر بودم قطار بیاد، ناگهان یه حرکتی اومده، یه چیزی اومده که نقش من انجام داده، یا یه جنبه ای رو از نقش میرم که اصلا بهش فکر نکرده بودم. آها میرسم، پس اینطوری بوده. پس اون لحظه ای که من قفل شده بودم، نمیدونستم اصلا، نمیدونستم چی کار کنم رو صحنه، مثل چوب به قول خودم وایستده بودم، یهو یه دری باز میشه. بارها شده که من توی ایستگاه اتوبوس بودم یا مثلا توی خود اتوبوس بودم یا توی خیابون داشتم میرفتم، شروع کردم خندیدن. چرا؟ یهو رفت نقش من رفتاری کرده که منو به خنده وادار کرده.